تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود میگم خدمت دوستان عزیزم، کاوه کیانی هستم، با یه برنامه دیگه در خدمتتونم از صفحه روشنگران مزدور ستیز. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه و اوضاع خوبی رو پشت سر بگذارید. قبل از هر چیز میخوام صفحات ما رو دنبال کنید. یوتیوب ما روشنگران مزدور ستیز رو ازتون خواهش میکنم سابسکرایب کنید، برنامه رو لایک کنید، به اشتراک بذارید. صفحه ما رو بدجور دارن ریپورت میکنن، خیلی بد دارن ریپورت میکنن. یوتیوب تقریبا 7 تا 8 برنامه منو محدود کرده. ازتون خواهش میکنم کامنت بذارید، کامنت های مثبت بذارید به صورت فینگلیش، حالا انگلیسی رو به صورت فارسی مینویسن به اون صورت بذارید که ثبت بشه بمونه تا میتونید به دوستانتون معرفی کنید. تلگرام داریم، تلگرام ما هست روشنگر 77، در حقیقت روشنگران مزدور ستیز هم شما روی تلگرام سرچ کنید اسم صفحه ما میاد بالا، میتونید عضو بشید. توییتر ما هست مزدور ستیز، اینستاگرام ما هم هست مزدور ستیز 2 به انگلیسی که بنویسید میتونید عضو بشید. برنامه‌ای که این هفته واسهتون در نظر گرفتم، با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکنیم در رابطه با آقای بیژن عبدالکریمی هست، استاد دانشگاهی که اخراج شد. البته مثل اینکه خبر اومده دوباره برگشتن سر کارشون، حالا کاری نداریم. ما به مسئله رو از زاویه دیگه نگاه کردیم، از جای دیگه به این قضیه نگاه کردیم، نه حالا به اخراجش کار داریم که خب 100% باعث تأسف هست یه جورایی، حالا من صحبت میکنم در ادامه، نه اون چیزی که صفحات دیگه عنوان کرده. ما شما وقتی که دیدید که آقای بیژن عبدالکریمی از دانشگاه اخراج شدش به خاطر سخنانی که حالا در دفاع یا مقایسه با پهلوی کردن، دیدید که سریع رسانه‌های بزرگ مثل ایران اینترنشنال، من و تو سریع افتادن تو بوق و کرنا کردن، چه سر و صدایی کردن، آی استاد دانشگاه اخراج شد، آی اینجوری شد، آی اونجوری شد، و یه سر و صدا و یه پروپاگاندای خیلی زیاد و عظیمی کردن این صفحه، این رسانه‌های بزرگ. جالب‌تر این که ظرف چند ساعت فعالین فضای مجازی، همین بچه‌ای که توی توییتر در حقیقت فعال هستن، نگاه کنین واقعا قدرت اینا خیلیه. یعنی واقعا وقتی که نگاه میکنیم این بچه‌های فضای مجازی، قدرت مایی که توی فضای مجازی داریم فعالیت میکنیم، خیلی خیلی بزرگتر از این رسانه بزرگ هست. اینجاست که نباید خودتون رو دست کم بگیرید، اینجاست هستش که قدرت این فعالیت توی فضای مجازی نشون میده که حتی قدرتشون از رسانه بزرگی مثل ایران اینترنشنال، من و تو و حتی جمهوری اسلامی بیشتره. سری تاریخچه زندگی این بابا رو کشیدن بیرون، صحبت‌های قبلیش رو که در قبل چی گفته چی نگفته، همه اینا رو کشیدن بیرون و توی صفحاتشون گذاشتن، عرضم به حضورتون توی فضای مجازی پخش کردن و واقعا قابل تحسین بود این کار. و خیلی جالب بود که این فعالین قدرت پروپاگاندای رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، من و تو رو خنثا کرد. و این همون چیزیه که رسانه های بزرگ و جمهوری اسلامی ازش وحشت داره، این همون چیزیه که ما میخواییم و این قدرت بچه های فضای مجازی رو میرسونه. نمیگم به شدت جمهوری اسلامی از این ترس داره و وحشت داره. حالا مسئله که ما میخواییم اینجا رو میخواستم بگم، مسئله بعدی که ما میخواییم بریم سرش خیلی مسئله جالب تریه. در ابتدا به یه تصویری که همین بچه ها بالاخره پیدا کردن و این رو واسهتون میذارم، تصویر آقای همین ارزان بزرگتون بیژن عبدالکریمی رو. خب این تصویر می‌بینید، آقای بیژن عبدالکریمی 20 دی 1399 این صحبت کرده. بیژن عبدالکریمی باید از دستاوردهای قاسم سلیمانی دفاع کنیم. این صحبت این آقا رو من براتون میذارم، صحبتش هم گوش کنیم. نیروهای انقلابی یگانه نیرویی هستند که من بهشون امید دارم، به اپوزیسیون به هیچ وجه، به نیروهای غیر از نیروهای انقلابی، غیر از بچه های سپاه،
غیر از بچه های بسیج و غیر از طلبه های روشنندیش، اینها یگان امید من در این کشور هستند. و دو خطر وجود داره، احمق هایی که در اپوزیسیون هستند و در برابر به اصطلاح سپاه ما، بچه های بسیج ما موضع میگیرن، و احمق هایی که در جبهه انقلاب هستن و با بد دفاع کردنشون آبروی برای نظام نگذاشتن و با دفاع بدشون جمهوری اسلامی رو بسیار کوچک و حقیر کردن. خب جالبه که بدونید آقای عبدالکریمی وقتی این صحبت رو میکرد از طنز روزگار و بد روزگار چشم امیدش به این بسیجی ها و حزب‌اللهی ها بود و از بد روزگار همین بسیجی ها و همین بچه حزب‌اللهی ها و همین دنبال کنندگان راه قاسم سلیمانی ایشونو از توی دانشگاه ببخشید اینجوری عرض میکنم مثل یه تیکه آشغال پرتش کردن بیرون. همین بسیجی هایی که ایشون چشم امیدش به اونا بود و ارزم به حضورتون راه اونا رو دنبال میکرد. و جالبه این وسط چه کسانی به داد آقای عبدالکریمی رسیدند و ازش حمایت کردند؟ همین احمق هایی که داریم میگید آقای عبدالکریمی، همین احمق های اپوزیسیون به قول شما، همین برانداز ها بودند که از شما حمایت کردند و اومدن پشتتون وایستادن. در حقیقت همین هایی که شما هیچ چشم امیدی بهشون نداشتید. این نکته خیلی جالبی بود، من میخواستم به دوستان عرض کنم، اینو نشون بدم. برنامه کوتاهه ولی به نظر من برنامه مفیدیه و میتونه باعث تفکر بشه. البته من برای فکر کنم فردا پس فردا هم دو تا برنامه دیگه بدم بیرون، ولی حالا ما باید از یک نگاه دیگه هم به این قضیه نگاه کنیم، یکم منصف باشیم و به هر حال به آینده ایران ما داریم فکر میکنیم، قرار نیست مثل جمهوری اسلامی عمل کنیم و فکر کنیم. البته صحبت های دیگه این آقا هستش که چند روز بعد اومد این حمایتش رو گفت حماقت، من در انتها میذارم. ولی ما به هر حال نباید مثل جمهوری اسلامی عمل کنیم، نباید جانب انصاف رو بندازیم دور و غیر منصفانه به این مسئله نگاه کنیم. ایشون به هر حال استاد فلسفه بوده، دکتر و پزشک هم نبوده که فردا بگیم حالا از اونجا اخراج شده میره یه توی شرکت خصوصی وای میسه کار میکنه، یا مثلا به هر حال میره پزشکیشو میکنه و از راه پزشکی کسب درآمد میکنه. به هر حال ایشون بعد زندگیش رو بگذرونه و یه نیروی متخصص بوده، به هر حال استاد فلسفه هستش و همین که اومده یک سری حقایق رو بیان کرده و به هر حال به خودش جرأت داده که یه سری حقایق رو بیاد بگه، این نشون میده که باز یه دلسوزی در حق ایران داره، یک در حقیقت علاقه ای داره که ایران پیشرفت بکنه. ما به هر حال به آینده ایران میخوایم فکر کنیم، ما نباید همین حال حاضر نگاه، ما چون دلسوزان ایران هستیم و دوست داریم ایران پیشرفت کنه و آینده خوبی داشته باشه ایران، ولو به این که این یارو اومده حرفایی زده، چون ما به آینده ایران میخواییم فکر کنیم و میخواییم ایران آباد داشته باشیم، نباید غیر منصفانه تصمیم بگیریم، نباید غیر منصفانه عمل کنیم مثل خود جمهوری اسلامی. بعد یکم جانب انصاف رو به هر حال در نظر بگیم. حالا خیلی ها شاید الان بیان حمله کنن بگن آقا این اینو گفته اونو گفته، من حرفم چیز دیگه است، من حرفم برای آینده ایرانه، ولو به این که این یارو دشمنمون باشه و اصلا توی خط فکری ما نباشه. به هر حال میگم ایشون اومد یه سری صحبت ها کرد که این باز نشون میده یه عرقی داره، یه توجدانی توی وجودش هستش و من از ایشون میخوام حالا که این اتفاق افتاد، وقتم بسیار داره، بره توی تنهایی خودش بشینه، بره توی خلوت خودش بشینه، ببینه واقعا این حرفایی که زده قبلا زده درسته، آیا این امیدی که به این بچه حزب‌اللهی ها و دنبال کنندگان راه قاسم سلیمانی داشته درسته، آیا این چشم امیدی که به اونا داشته درسته. بره واقعا توی تنهایی خودش تجدید نظر کنه، ببینه آیا اینا میخوان ایران رو به پیشرفت ببرن، اینا اون کسانی هستن که دلشون برای ایران میسوزه، یا همین براندازه‌ای که اومدن از شما حمایت کردن. آیا اون حرفایی که شما زدی، برو توی خلوت و تنهایی خودت بشین فکر کن ببین حرفایی درستی بود یا نه.
الان دیگه البته میگم ایشون اومده یه ویدیو داده، من این ویدیو رو حتما آخرش رو براتون میذارم ببینید، که همین آدمایی که شما چشم امید بهشون داشتید شما رو وادار کردن، شمایی که یه استاد دانشگاه هستی بیای بگی من حماقت کردم، من خریت کردم، همین آدمایی هستن که عزیز من لطمه میزنن به ایران، همین آدمایی که شما داشتید ازشون دفاع میکردید. من تای ویدیو اینو میذارم که ببینید چجوری وادار شده که بیاد حرفشو پس بگیره. و انشالله همین امشب یا فردا من این رو در کانال تلگرامی خودم میگذارم. این کل ماجرا بود. و حالا یک فرد بیمار در واقع از دل این دفاع از سلطنت، دفاع از اصحاب فتنه رو بیرون کشید. خب شما دانشجویان من هستید، من سالهاست مجالس متعدد سخنرانی کردم، آثار قلمی زیادی داشتم، مصاحبه‌های زیادی داشتم، شما میدونید هیچ موقع من بحث سیاسی مستقیم نداشتم، من نه خودم رو چپ میدونم نه راست میدونم نه پوزیسیون میدونم نه اپوزیسیون میدونم، من اصلا شأن خودم رو نمیدونم وارد این مباحث بشم. بله تمام بحثایی که ایشون کرده رو شما میتونید در گذشته برید ببینید، بحثای سیاسی هم کرده، از قاسم سلیمانی دفاع کرده، تو شأن شما بود چطور آقای عبدالکریمی از قاسم سلیمانی دفاع کنی، راه اون رو راه ایران بدونی، از بسیجی ها دفاع کنی، اپوزیسیون و آدم های احمقی بدونی، ولی وقتی که اینجا میرسه اینا رو هم میذاری زیر پات. ما اینا رو هم نشون میدی که مردم خودشون تصمیم گیری بکنند. خبر رسانه ای شد به رسانه های زردی مثل من و تو و به اصطلاح ایران اینترنشنال هم رسید، دقیقا همون رسانه هایی که مثلا به قول معروف ما گفتیم دیگه، درست یا غلط اومدن از ایشون دفاع کردن، سریع پروپاگاندا کردن، انداختن تو خبر، این همون رسانه ها رو داره مورد حمله قرار میده. جالبه، یعنی بازم رو حرف خودش هست. و من ناچار شدم که برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، به خصوص که به اصطلاح یکی از موارد به اصطلاح اتهامات من این حرف احمقانه دفاع من از خاندان پهلوی بود، به حال فضا به نحوی شد که من ناچار شدم مثل شما که از من خواستید برای بازی توضیحات بیام در فضا. این حرف احمقانه دفاع ایشون از خاندان پهلوی هنوزم رو اونا داره پافشاری میکنه. عزیز من شما اپوزیسیون احمق خوندی و نیروهای بسیجی و پاکار خوندی و این چشم امیدت به اینا بود، ولی همین احمقا اومدن از شما دفاع کردن و دوباره برای این که ببین یکم وجدان داشته باشه و به خاطر یه لقمه نون، چون حالا از دانشگاه انداختن بیرونم شرط سخت، ما هم داریم ازت دفاع میکنیم، ولی خودت هم میای احمق میخونی. همون نیروهایی که شما چشم دل امید بهش داشتی از دانشگاه شما رو انداختن بیرون و همونا شما رو روزی به سر تو آوردن، کاری با تو کردن که شما بیای پشت تریبون استاد فلسفه برگردی بگی من حرف احمقانه زدم. و چه توقعی داری دانشجویان شما فردا در دانشگاه بخوان از شما حرف شنوی داشته باشن؟ چه توقعی داری دانشجویی که شما داری تربیت میکنی ثبات داشته باشه توی حرفاش؟ چطور میشه که یه دانشجوی فلسفه بیاد حرفی بزنه، یک استاد فلسفه بیاد حرفی بزنه بعد بگه من حرف احمقانه زدم؟ من که میدونم این حرف دل خودت نیست، من که میدونم وادارت کردن، مجبور شدی به خاطر شرایط به این صحبت ها رو بکنی. اینم خواستم برای شما بذارم دوستان که ببینید. مسئله دیگه اینه که دوستان ما نیاز به اساتید دانشگاه داریم برای ساختن آینده ایران، نیاز به اساتید مجرب داریم، نیاز به اساتید داریم که لااقل یکم بارشون باشه، حالیشون باشه. همین تکنولوژی با پیشرفتی که شما از کره جنوبی تا آمریکا دارید میبینید حاصل همین علم و دانش و اساتید دانشگاهی هست. درسته شاید بگید این آقای بیژن عبدالکریمی سرش به تنش نمیارزه، آدم درست حسابی نیست، من قبول دارم، ولی به قول یکی از دوستان در شهر پورها یک چشم پادشاست، یک چشم غنیمته. درسته ما اساتید دانشگاه دیگه ای داریم، ولی دیدید که همشون یکی یکی اخراج شدن. ولی اگر بخوایم حالا همه رو خونه نشین بکنیم میشه مثل دوران احمدی نژاد،
زمانی هستش که تمام این بسیجی ها و این بچه های دفتر تحکیم وحدتی ها اینا شدن اساتید دانشگاه، به نظر من وجود اینا باز میگم یه تعوجدانی داشته اومده، یه صحبت هایی کرده، من همه رو گفتم، خوب رو گفتم، بد هم گفتم، باز وجود اینها غنیمته، وجود اینها باز بد نیستش در دانشگاه ها. حالا ممکنه شما بیاید بگید این بی سواده فلانه بیساره، ولی باز یه تعوجدانی داره. اگر اینم بخواد از دانشگاه بره، امثال اینم بخواد از دانشگاه برن، مثل زمان احمدی‌نژاد که دیدید که سطح علمی چقدر اومده پایین و دانشجو هر بی سوادتر از قبل شدن، دیگه اگه این اتفاقم بیاد بخواد بیاد بیفته که دیگه اصلا نسل بعدی دیگه بی سوادتر از این نسلی میشن که دارن پرورش میکنن، پرورش پیدا میکنن توی دانشگاه. به هر حال ما باید به فکر آینده ایران باشیم، همه جوانب رو در نظر بگیریم، فقط به حال نگاه نکنیم، به اینکه حالا یه خصومتی با یکی داریم نگاه نکنیم. من میگم توی برنامه دیدید که همه جوانب اومدم نشون دادم، همه مسائل رو اومدم نشون دادم، ولی یکم منصفانه به قضیه نگاه کنیم. به هر حال ایشون اومدش گفتش، حالا یه صحبتی هم کرد که آره من استاد فلسفه هستم، علی دایی مثلا پینت هاست داره، فوتبالیسته، اینجوریه. اینم بعد بگم که آقای عبدالکریم تو در همه دنیا همینجوریه، این فقط مختص شما نیست، توی اروپا و آمریکا هم یه ورزشکار وضع مالی آنچنانی داره، استاد فلسفه آنچنان وضع مالی خوبی نداره و این فقط مختص شما نیستش. اگر شما وارد این راه شدید، این راهیه که به هر حال خودتون انتخاب کردید و میدونستید که به هر حال فلسفه خوندن و استاد دانشگاه شدن و دانشجو تربیت کردن راهی که شما توش پا گذاشتید برای کسب درآمد نیست. به هر حال اینو حالا من نمیدونم دغدغه شما چیه و نگرانیتون چه، درک میکنم البته، ولی به هر حال اینا رو هم باید در نظر بگید، همه جای دنیا همین هست. و اینکه به هر حال وقتی که اینقدر شعورش رسیده توی برنامه، حالا درست الان اومده به غلط کردن افتاده، اومده یه وجدانی داشته، یه مقایسه کرده و دلش سوخته، همین میتونه یه دانشجوی درست حسابی شاید بتونه تربیت کنه و به درد ایران بخوره، ولو به اینکه حالا اومده این حرفا رو زده و این صحبت ها رو کرده. به هر حال من این برنامه رو درست کردم، از یک دید دیگه بهش نگاه کردم و خواستم اینو با شما دوستانم به اشتراک بذارم که ما باید همه جوانب رو در نظر بگیریم، نشه فردای روزی بشه که آی ببینیم دانشجویانی که تربیت شدن از قبل هر روز بی سوادتر دارن میشن. ما دلمون به حال ایران میسوزه و به آینده ایران نگاه میکنیم و البته ایرادم از آقای عبدالکریمی هم پابرجاست که بره تو تنهایی خودش فکر کنه. البته باز اومد این صحبت ها رو کرد که ببینه کی پای کاره، کی دلش به حال ایران میسوزه. همونایی که باز دوباره شما رو مجبور کردم که بیای یه دونه فیلم بدی بیرون بگی من حماقت کردم، اشتباه کردم، اونا دلشون به حال ایران میسوزه، یا مایی که به هر حال اومدیم باز تو این شرایط داریم منصفانه نگاه میکنیم و از شما حمایت میکنیم. خب دوستان، من سعی میکنم فردا پس فردا یه برنامه دیگه بدم بیرون، برنامه طولانی دو سه قسمتی هستش احتمال خیلی زیاد. از شما میخوام فقط به تلگرام رو بپیوندید، روشنگر 77 یا همون روشنگر مزدور ستیز رو تو قسمت سرچ بنویسید میاد بالا، و یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، یوتیوب میهن تیوی رو سابسکرایب کنید، برنامه رو لایک کنید، تبلیغ ها رو اگه میتونید ببینید تا آخر که یه کمکی به برنامه بشه. و هر حال تا یه برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.